به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت از تلویزیون یک خوش آمدید. من احمد شاه شکوهمند هستم و شما بیننده تازه ترین خبرها از تلویزیون یک هستید. حکومت کانادا همزمان با روز جهانی پناهجویان اعلام کرده است که در 3 سال آینده 12,000 پناهنده از خاورمیانه، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه را میپذیرد. این کشور تأکید کرده که از هر یک از این مناطق 12,000 پناهجو را خواهد پذیرفت. علاوه بر این، کانادا در سال جاری پذیرای بیش از 27,000 پناهنده تحت حمایت گروه‌های خصوصی خواهد بود. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت میگوید که این وزارت متعهد به فراهمسازی زمینه کار به 550,000 جوان در کشور است. آقای عزیزی در برنامه مناظره کابل گفته که افغانستان هنوز در بخش تجارت و صنعت به خود بسندگی نرسیده و تأکید کرده که برای خودکفا شدن افغانستان باید صادرات کشور افزایش یابد. در آماری که سرپرست وزارت صنعت و تجارت به تلویزیون یک داده است دیده می شود که در سال گذشته بیش از 10,000 پای ماشین آلات و 1,700,000 تن مواد خام از کشورهای گوناگون وارد افغانستان شده اند. جزئیات بیشتر این خبر را با همیرای یوسفی دنبال کنید. عدم خودکفایی افغانستان از رهگذر صنعت و تجارت. جناب وزیر صاحب، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در گفتگو با تلویزیونی یک گفته است که افغانستان هنوز در بخش تجارت و صنعت به خود بسندگی نرسیده و تاکید کرده که برای خودکفا شدن افغانستان باید صادرات کشور افزایش یابد. آقای عزیزی میگوید که این وزارت متحد به فراهمسازی زمینه کار به 550,000 جوان در کشور است و در بخش دیگر از این گفتگو تاکید کرده که قدرت اقتصادی مردم در 3 سال پسین افزایش یافته و سطح خرید آنان به 80 میلیارد دلار رسیده است. در آماری که سرپرست وزارت صنعت و تجارت در برنامه مناظره کابل و تلویزیونی یک داده است، دیده می شود که در سال گذشته بیش از 10,000 پایه ماشین‌آلات و 1,700,000 تن مواد خام از کشورهای گوناگون وارد افغانستان شده است. در ادامه گفتگو، این مقام وزارت تجارت افزوده است که تولیدات ناخالص افغانستان 3.5% افزایش یافته و کالاهای تولید شده افغانستان و کشورهای آسیای میانه، اروپا و حتی آمریکا صادر می شود. سخنگوی امارت اسلامی با گفته های ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان واکنش نشان داده و آن را تلاشی برای تخریب اذهان عامه در آستانه نشست سوم دوحه دانسته است. ذبیح الله مجاهد در صفحه اکسش نوشته است که برخی از افراد در سازمان ملل متحد تلاش می‌ورزند تا در مورد افغانستان گزارش‌های نادرست را ارائه کنند. آژانس فدرال روسیه برای کشورهای مستقل مشترک المنافع اعلام کرده است که مسکو 21 تن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ارسال کرده است. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، این کمک‌ها به عنوان بخشی از پروژه بین‌المللی مردم در طول سال‌ها با هم به افغانستان ارسال شده و شامل مواد غذایی و نیازهای اولیه است. از پایان سال گذشته هزاران پناهجوی افغانستان مجبور به ترک پاکستان شده اند. به اساس گزارش سازمان غذایی جهان، بیش از 500,000 پناهجوی افغان به گونه اجباری از پاکستان اخراج شده اند. در همین حال دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مهاجرت، کمک و استقبال از حقوق انسانی پناهجویان را مسئولیت جهانی دانسته و بر تأمین صلح و ثبات در جهان تأکید کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صبح دیروز پنجشنبه برای دیدار با مقام‌های ویتنام وارد هانوی پایتخت آن کشور شده است. در سوی دیگر، سنتکام اعلام کرده که در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در سوریه، اسامه جمال محمد ابراهیم عضو ارشد داعش را کشته است. این بود مهمترین و تازه‌ترین خبرها تا این ساعت از یک. از توجهتان سپاسگزار. وقت بخیر. خدا نگهدار.